جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که برای انجام مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران در وین به سر میبرد گفت این مذاکرات علیرغم مسائلی که همچنان مورد توافق نیست پیشرفتهایی داشته است ما خیلی سخت مشغول کار هستیم و در مقابل مسائل خیلی دشوار قرار دارد با این حال به تاکید کرد پیشرفتهایی کردیم و به همین دلیل است که مذاکرات را ادامه میدهیم آقای کری همچنین در ای با تغییر در روابط آمریکا و کوبا هم گفت رهبران آمریکا و کوبا معتقدند نباید در گذشته ماند و باید به با آینده چشم دوخت تغییر در روابط با کوبا سیاست شخصی اوباما بود که به تغییر سیاستی ناکارآمد انجامید با نگاه به مذاکرات وین هم میتوان نتیجه گرفت که وضعیت در مورد ایران هم میتواند تغییر کند همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه دهم تیر ماه به خبرنگاران گفت هیچ ضرب العجلی برای مذاکرات تعیین نشده است و ما به کار ادامه می دهیم و پیشرفت خواهیم داشت و از هر فرصتی برای پیشرفت استفاده می کنیم. آقای ظریف همچنین درباره سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفت ما از مدیر کل آژانس برای سفر به تهران دعوت کردیم. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز به مذاکرات خود به طور جداگانه ادامه دادند فرانک والتر اشتانمایر وزیر خارجه آلمان نیز اصر روز چهارشنبه برای دومین بار در هفته جاری وارد وین و محل مذاکرات هسته ای شد در تحول دیگر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. آقای آمانو پس از این دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با دبیر شورای عالی امنیت ملی در حالی انجام گرفته است که پیش از این آقای شمخانی گفته بود در سطر فهرستی قرار دارد که باید از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد پرسش و پاسخ قرار گیرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانی سفر آقای آمانو را در راستای تماسهای پیوسته آژانس با ایران و کشورهای پنج به علاوه یک همزمان با گامهایی برای تدوین توافق توصیف کرده است. در بیانیه آژانس گفته شده است انتظار می رود گفتگوهای آمانو با مقام ایرانی در راستای همکاری میان آژانس و جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد و در آن به روش تسریع در حل و فصل همه مسائل باقیمانده مربوط به برنامه های ایران پرداخته شود. در تحول دیگر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت موانع انتقال 13 تن طلا به ایران که به خاطر تحریم ها ممکن نبود رفت و تحویل خزانه بانک مرکزی شده است بنابر گزارش خبرگزاری های داخل ایران آقای سیف روز دهم تیر ماه گفت طلاها در آفریقای جنوبی به صورت امانی نگهداری میشد و به دلیل شرایط تحریم و برخی کارشکنی ها امکان انتقال به ایران را نداشت آقای سیف گفته است مذاکرات جاری در وین به رفع مشکل برای انتقال این محموله انجامیده و تهران آن را تحویل گرفته است. ارتش مصر اعلام کرده 100 تن از اعضای گروه داعش شاخی سینا را به هلاکت رسانده و 17 تن از نیروهای ارتش از جمله چهار افسر را نیز در این درگیری ها از دست داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز فرماندهی کل نیروهای مسلح مصر در بیانیه‌ای که از تلویزیون این کشور پخش شد گفت نیروهای ارتش مصر افراط گرایان را تا زمانی که تروریسم سیاه از سینا کن شود ادامه خواهند داد یک مقام امنیتی مصری روز چهارشنبه ده تیر گفت 120 تروریست با استفاده از خودروهای بمبگذاری گذاری شده و سلاح سنگین به مراکز امنیتی نیروهای ارتش در شمال سینا حمله کردند به گفتی این مقام امنیتی نیروهای داعش با استفاده از سه خودروی بمبگذاری گذاری شده به مرکز افسران مصری در الاریش مرکز امنیتی سطره و ابو حمله کردند گروه ولایت سینا که اخیرا با گروهک تروریستی تکفیری داعش بیعت کرده مسئولیت حملات روز چهارشنبه به نیروهای ارتش مصر در سینا را بر عهده گرفته است در ماهای اخیر علاوه بر غیرنظامیان صدها پلیس و سرباز ارتش مصر در حملات تروریستی و عمدتا در سینای شمالی کشته شدند. در همین حال شبکه خبری اسکای نیوز نیز گزارش داد بر اساس بیانیه ارتش مصر نیروهای نظامی 20 خودروی مورد استفاده تروریست ها را در شبه جزیره سینا هدف قرار داده و منهدم کردند. هواپیماهای جنگنده بمبافکن نیروی هوایی مصر نیز به پایگاه های تروریست ها در شیخ زوید در شمال سینا حمله کردند. مقام های امنیتی مصر همچنین اعلام کردند که روز چهارشنبه ده تیر دو انفجار در شهر مرزی رفع با نوار قزه روی داده است. بعضی گزارش ها به نقل از مقام های محلی حاکی است که آمار کشته های ارتش بسیار بالاتر از رقم اعلام شده است. شاهدان عینی گزارش دادند پیکارجویان در خیابان های این شهر جولان می دهند و با نیروهای مسلح درگیر می شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسیید پرس این حملات هماهنگ در صبح روز چهارشنبه و درست یک روز پس از آن اتفاق افتاد که عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در مراسم تشریح جنازه دادستان کل کشور هشدار داد از این پس با اسلام گرایان با شدت عمل بیشتری برخورد خواهد شد به نظر می رسد دامنه و شدت این حملات نشانه ای از توانایی و برنامه ریزی از پیشتر راهی شده گروه های مسلح که با ارتش و نیروهای پلیس مصر در ناحیه سینا می جنگند. ولی از دو سال پیش و زمانی که حکومت جدید مصر به ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی منابع و نیروی بیشتری به این درگیریها اختصاص داده دامنه ای حملات این گروه ها افزایش یافته است به گفته مقامات نظامی دو مورد از شش پست بازرسی که روز چهارشنبه مورد حمله قرار گرفته کاملا نابود شدند. تعداد نفرات مستقر در هر یک از این پست های بازرسی به طور متوسط بین 50 تا 60 نفر است. گروه وابسته به خلافت اسلامی در بیانیه خود میگوید دو مورد از این پست های بازرسی با بمبگذاران انتحاری سوار بر خودرو مورد حمله قرار گرفتند. دو روز پیش هشام برکات دادستان کل مصر بر اثر بمبگذاری در اتومبیلی که در مسیر حرکت خودروی او پارک شده بود به قتل رسید در سار روز جنبش مردمی مصر که به عزل محمد مرسی رئیس جمهوری وابسته به اخوان المسلمین منجر شد اسلامی های مصر با همه توان دست به ترور زدند 17 حمله تروریستی در شهرهای مصر ملت و دولت مصر را برای ریشهکن کردن اسلامی ها مصممتر کرده است. دیروز دولت مصر قانونی را به تصویب رساند که به دستگاه قضایی قدرت بیشتری در محاکمه تروریست ها می دهد. مصری ها هم صدا ضمن محکوم کردن اسلامی ها از دولت برخورد شدید و اعدام رهبران اخوان المسلمین را خواستار شدند. سید احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در ارتباط با برگزاری کنسرت ها گفته است بنده نه ضد موسیقیدان و نه دشمن هنر و هنرمند هستم من با حرام خدا و براندازی حدود و ارزش های الهی مشکل دارم کنسرتی که در یک جا اجرا می شود و دختر و پسر هنگام برگزاری آن کف می زنند و هورا میکشند و سپس در خیابان به دنبال هرزگی می روند دود الهی را از بین می برند. به اعتقاد عضو مجلس خبرگان رهبری، مؤمنین از حزب الله و کفار حزب و شیطان هستند. این دو جریان مقابل هم آشتی پذیر نیستند پس باید با اینها جنگید و تا زدن گردنشان پیش رفت. سید احمد علم الهدا همچنین از حمایت برخی از دولت مردان از اجرای کنسرت های موسیقی هم گله کرده و گفته است حمایت دولتیان از مطرب ها جای تاسف دارد به موازات سخنان تند امام جمعه مشهد درباره برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در کنسرت ها حسین علیزاده در کانادا نسبت به اتفاقات اخیری که در رابطه با موسیقی و لغو کنسرت ها در ایران رخ داده انتقادهای تندی کرده است. آقای علیزاده گفته با تمام مشکلاتی که در حوزه موسیقی وجود دارد هیچگاه زانوی غم بغل نمیگیرد و از هیچ مسئولی خواهش نمی کند که به او مجوز بدهد. او با وجود همه مشکلات از امیدی حرف میزند که مسبب ادامه کارهایش است و میگوید هیچ مسئولی در اندازه ای نیست که بخواهد برای کسانی مثل ما که نیم قرن در مملکت کار کرده مجوز بدهد. سپول نمیگوید اجازه بدهید من باشم. وقتی میگوییم شجریان مثل این است که میگوییم آلی قاپو یا سیوس پل. با همه اینها باید تلاش کرد تا در همین چهار جوب ها حرف ها را بیان کنی. باید فکر کرد چگونه میتوان تداوم داشت. باید به دقت نگاه کنیم و ببینیم چه کسی درست میگوید و چه کسی اشتباه میکند و در نهایت با هدف صلح و دوستی فکر چارجویی باشیم. آقای علیزاده در این سخنرانی به حذف صدای زنان در موسیقی پس از انقلاب اسلامی هم اشاره کرد و گفت در همه این سالها این سوال برای من وجود داشت که چرا یک موزیسین مرد در مورد این مسئله که صدای زن حذف شد اعتراض نکرد برای همین سعی کردم خودم هیچ وقت خودسانسوری نکنم انتقاد بسیاری از اهالی موسیقی از آنجا ناشی می شود که به گفته ی مدیرامل خانه موسیقی بنابر آمار تعداد کنسرت هایی که تنها در یک سال و نیم نخست دولت روحانی لغو شدند رکورد لغو در دوره ریاست جمهوری هشت ساله محمود احمدی نژاد را هم شکسته است. همزمان حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد گفته مطمئن باشید در آینده شاهد لغو برنامه های هنری نخواهیم بود و به زودی تفاهم نامه با نیروی انتظامی به امضا خواهد رسید. آقای نوشابادی در مورد موضع سران قوه قضاییه و مجریه در مورد لغو کنسرت نیز تصریح کرد خوشحالیم که بحث هنر آنقدر مهم بوده که سران قوا به آن ورود پیدا کردند و به طبعات آن عنایت داشتند. وزارت ارشاد معتقد است که موضع رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه اظهارات مقابل و معارضی نیست و هر کدام از این بزرگواران از منظری به این موضوع کردند. سخنان آقای نوشابادی در حالی ابراز شده است که روز یک شنبه گذشته صادق لاریجانی در پاسخ به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و در دفاع از اقدام نیروی انتظامی و دادستانها برای لغو کنسرت ها گفت آیا شما قبول می کنید اجازه دهند یک کنسرتی زمینه رقص مشترک جوانان شود؟ آقای روحانی در نشست خبری 23 خرداد ماه گفته بود وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده دخالت دیگران در این امور شایسته نیست و همه باید به قانون عمل کنیم و به دنبال اجتهاد شخصی نباشیم پیشتر وزیر فرهنگ و ارشاد ایران گفته بود که دولت به دنبال اصلاح مصوبه است که به نیروی انتظامی اجازه می دهد در برخی موارد مانند کنسرت ها دخالت کند. علی جنتی روز سهشنبه دوم تیر ماه از توافق خود با وزیر کشور برای شفاف شدن وظایف و مسئولیت های وزارت ارشاد و پلیس خبر داده بود تا دیگر مشکلی برای برگزاری کنسرت ها پیش نیاید. به گفته ی وزیر ارشاد در دولت حسن روحانی در نشست او با وزیر کشور مقرر شد تا در شیوه نامه ای حدود وظایف و اختیارات دو نهاد وزارت فرهنگ و پلیس در امر برگزاری کنسرت مشخص شود. روز چهارشنبه دهم تیر نیروهای مسلح کرد وابسته به یگانهای مدافع خلق موفق شدند بخشی از شهر تل واقع در استان رقه را از کنترل دولت اسلامی خارج کنند به گزارش دفتر ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است در درگیری میان دو گروه سه تن از نیروهای کرد و چهار جنگجوی دولت اسلامی کشته شدند تل ابیاس که در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده دارای اهمیت استراتژیک ویژه‌ای برای دولت اسلامی است زیرا یکی از مسیرهای اصلی ارسال تدارکات این گروه و فروش غیرقانونی نفت خام به شمار می‌رود. علاوه بر این شمار زیادی از تروریست های خارجی که قصد پیوستن به گروه دولت اسلامی را داشتند از طریق این شهر به استان رقه راه یافتند بسیاری از رسانه ها استان رقه را پایتخت دولت اسلامی می نامند. روز سهشنبه نهم تیر گروه دولت اسلامی موفق شده بود منطقه مشعر الفوقانی در تل ابیز را به کنترل خود درآورد. این شهر تا روز 25 خرداد در تصرف گروه تروریستی بود اما در این روز نیروهای کرد وابسته به یگانهای مدافع خلق موفق به تصرف کامل شهر شدند کردها همچنین در روز دوم تیر پایگاه تیپ 93 را که در شمال رقه واقع شده از کنترل تروریست های دولت اسلامی خارج کردند نیروهای کرد در عملیات خود از حمایت هوایی اطلاف ضد داعش به رهبری آمریکا و پشتیبانی زمینی گروه های شورشی سوری برخوردارند. با تصرف مجدد کامل تل ابیز اکنون کردها منطقه ای را کنترل می کنند که 400 کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد. به گزارش رسانه های ترکیه به همین دلیل ارتش این کشور نیروهای خود در مناطق مرزی با سوریه را افزایش داده است روز چهارشنبه روزنامه خبر ترک نوشت ارتش 32 تانک و شمار زیادی اتوبوس حامل سرباز را رو روانه استان کیلیس واقع در جنوب ترکیه کرده است روزنامه جمهوریت نیز از ارسال جنگ افزار به منطقه کارکامیس خبر داد در روزهای گذشته بحث های مبنی بر دخالت نظامی ترکیه در سوریه پخش شده بود اما سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این گفته ها را بیاساس خواند او در این حال تاکید کرد که ترکیه حق دارد از مرزهای خود حفاظت کند اردوغان هفته گذشته گفته بود دولت ترکیه ایجاد یک کشور کرد در خاک سوریه را تحمل نخواهد کرد اقتدارجویی چین و روسیه فرماندهان نظامی ایالات متحده را نگران کرده است. ستاد ارتش آمریکا در گزارش استراتژیک تازه ای این دو کشور بزرگ را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا می داند. در گزارشی که روز چهارشنبه دهم تیر ماه در واشنگتن منتشر شد، مارتین دمسی فرمانده کل ارتش از این احتمال روزافزون سخن گفته که آمریکا با دو کشور مقتدر وارد جنگ شود. دمسی هشدار میداد که چنین کشمکشی میتواند اثراتی سهمگین داشته باشد در گزارش هفته ای که به تازگی منتشر شده با اشاره به الحاق کریمه به روسیه گفته شده این کشور به کرات نشان داده که حاکمیت سیاسی همسایه های خود را به رسمیت نمیشناسد و آماده است برای رسیدن به اهداف خود از خشونت استفاده کند در گزارش پیشین ارتش آمریکا که چهار سال پیش در سال 2011 منتشر شد به ندرت نامی از روسیه آمده بود اما در گزارش تازه گفته می شود که این کشور با اقدامات نظامی امنیت منطقه ای را به خطر انداخته است روسیه همواره اعزام نیرو به شرق اوکراین را انکار کرده است جمهوری خلق چین در واکنش به گزارش نظامی ایالات متحده این کشور را به ایجاد تنش در منطقه آسیا و اقیانوسیه متهم می کند. با توجه به منازعات مرزی چین با همسایگانش بر سر جزایری در دریای چین این کشور سرسختانه با دخالت آمریکا در این منطقه مخالف است افزون بر این چین در حال ساختن جزایری مصنوعی در دریای چین است تا حضور خود را در منطقه تقویت کند در مقابل ارتش آمریکا مایل است قدرت خود را در برابر سلطه چین در دریای آرام به نمایش بگذارد در این گزارش تازه از میان کشورهایی که برای امنیت آمریکا مایه نگرانی جدی هستند از ایران و کره شمالی نیز نام برده شده است آمریکا در کنار متحدان اروپایی خود همکنون با جمهوری اسلامی در مرحله آخر مذاکره بر سر مناقشه هسته ای قرار دارد که هدف آن جلوگیری از تولید سلاح هسته ای توسط ایران است طبق این گزارش ارتش آمریکا از مقدورات تکنیکی ارتشهای دیگر نیز نگران است در این گزارش تشکلات غیر دولتی مانند دولت اسلامی نیز خطری جدی ارزیابی شده است بنابراین این گزارش در آینده کشمکش ها سریعتر در میگیرند بیشتر دوام می و از نظر فنی در جبهه دشوار صورت می گیرن. ژنرال دمسی نگرانی خود را از زوال تدریجی توانایی نظامی ارتش آمریکا ابراز داشته است او از وضعیتی بی سابقه برای ارتش آمریکا سخن میگوید و منابع مالی بیشتری برای تقویت بنیه نظامی تقاضا میکند تا این کشور بتواند به مسئولیت های جهانی خود عمل کند امروز ارتش ایالات متحده با بودجه سالانه حدود 600 میلیارد دلار پرهزینه ترین نیروی مسلح جهان است. آلکسی سیپراس نخست وزیر یونان از مردم کشورش خواست که در همه پرسی روز یکشنبه برای تصمیمگیری درباره پذیرش یا رد شرایط وامدهندگان رأی نه بدهند آقای سیپراس در یک سخنرانی تلویزیونی گفت رأی نه به معنی جدا شدن از اتحادیه اروپا و یا یورو نیست بلکه بازگشت به اروپایی است که اصول دارد نخست وزیر یونان گفت با رأی نه وام دهندگان تحت فشار قرار میگیرند که شرایط بهتری به یونان ارائه که بازنشستگان و فقیران را تحت فشار نگذارد آقای سیپراس میگوید رأی نه رئیس که ما به پدران و مادران خود فرزندان خود و خودمان بدهکاریم این وظیفه ماست ما این کار را به تاریخ بدهکاریم نخست وزیر یونان گفت مردم یونان به وسایل مختلف تهدید میشوند که شرایط وام دهندگان را بپذیرند بدون اینکه راه حل واقعی برای پایان دادن بحران اقتصادی یونان ارائه شود او از اروپا خواست به غیر دموکراتیک بودن پایان بدهد در همین حال وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه یورو رایزنی درباره بحران بدهی یونان را به اعلام نتیجه همه پرسی آن کشور درباره دریافت بسته کمک مالی موکوم کردند پیش از این رهبران اروپایی و از جمله آنگلا مرکل سطح اعظم آلمان دادن رأی منفی در همه پرسی را به معنای رأی به جدایی از حوزه یورو دانسته بودند و از مردم یونان خواسته بودند تا رأی آری بدهند سخنان آقای سیپراس به دهندگان در حالی منتشر می شود که یونان از پرداخت یک قسط یک میلیارد و 600 میلیون یورویی بدهی خود به صندوق بین المللی پول در موعد مقرر باز مند. پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن گزارش داد که الکسی سیپراس در نامه‌ای به دهندگان اعلام کرده که یونان حاضر است برای تداوم کمک مالی امتیازهای بیشتری بدهد در این نامه آمده است که یونان حاضر می شود تا اغلب شرایط وام را بپذیرد اما تنها می خواهد که تخفیف مالیات ارزش افزوده برای جزایر یونان تداوم داشته باشد و همچنین روند افزایش سن بازنشستگی به 67 سال سه ماه دیگر آغاز شود و نه بلافاصله پس از توافق Financial تایمز نوشت به این ترتیب نخست وزیر یونان حاضر است در صورت تغییرات جزئی عمده شرایطی را که بامدهندگان هفته گذشته به این کشور ارائه کردند بپذیرد. خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه ده تیر ماه گفتگویی با شهین دخت ملاوردی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها منتشر کرد که معاون امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در این گفتگو گفته است او پیگیری این مسئله را در اولویت مطالبات زنان و دختران نمی داند. اما بحث حضور زنان در ورزشگاه ها بخشی از مطالبات زنان ایران است. خانم ملاوردی میگوید در شرایطی که جامعه ما دچار افسردگی شده و نیاز به نشاط و شادابی دارد پایین آمدن سن اعتیاد به 13 سال و روی آوردن دختران جوان به مواد روانگردان برای ایجاد هیجان کاذب جای تاسف دارد در همین راستاست که ما این برنامه ها را برای ایجاد شور و هیجان و نشاط در زنان و دختران کشورمان لازم دانسته و ضروری تشخیص می دهیم. معاون رئیس جمهور خواستار آن است که با یک چارچوب معین و زیرساخت های لازم ضمن سالمسازی فضا و محیط زنان و دخترانمان بتوانند تنها برای تماشای بازی والیبال و نه همه ورزش ها در ورزشگاه حضور داشته باشند. به گفته ملاوردی پس از بررسی های لازم در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها صورت جلسه حضور زنان و خانواده ها با چارچوب های لازم نوشته شد. و به امضا رسیده بود و علا اینکه قرار بود برای اجرا و عملیاتی شدن ابلاغ شود دیگر این کار صورت نگرفت معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرده است وقتی مخالفان از مراجع اوزام هزینه کردند به خاطر احترامی که دولت برای مراجع قائل است و رأی مراجع را محترم می شمارد تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود. شهیندخت ملاوردی در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم احتمال طرح دوباره این مسئله حتی در مورد ورزش هایی با حساسیت کمتر وجود دارد گفته است. این در برنامه ماست و کارشناسان در حال بررسی این احتمال هستند. حتما در بررسی ها چگونگی حضور زنان در ورزشگاهها نیز در نظر گرفته خواهد شد. پس از اعلام اینکه دولت قصد دارد ورود زنان به سالن‌های والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس و چند رشته دیگر ورزشی را آزاد کند، موجی از اعتراضات انصار حزب الله و بخشی از اصولگرایان که خود را دلواپسان می‌نامند، به راه افتاد. یکی از گروه های مخالف در اطلاعیه‌ای که پس از یک تجمع اعتراضی در تهران پخش شد این اقدام دولت را در راستای شکاف دولت ملت خلاف قانون بی به احکام شرعی و فتفای مراجع خوانده و خواستار برکناری فوری و محاکمه مسئولان از جمله ملاوردی شده بود. آیتالله محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید و از مخالفان ورود زنان به ورزشگاه نیز گفته بود آیا مردم ایران انقلاب کردند تا بانوان در ورزشگاه ها حضور داشته باشند؟ یک روز بعد از آنکه دیوان عالی آمریکا طی حکمی ازدواج همجنسگرایان را در همه ایالت های این کشور قانونی کرد بهرام رادان هنرپیشه معروف ایرانی توییتی کرد که جنجال آفرین شد بهرام رادان در صفحه توییتر خود نوشت رأی دیروز دیوان عالی آمریکا در قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان اتفاقی تاریخی بود شاید به اندازه لغو قانون بردهداری از لینکن تا اوباما کاربران فارسی زبان بلا فاصله شروع به ری کردن توییت رادان یا به اشتراک گذاشتن این توییت کردند. بعضیها ها از این توییت او استقبال کردند، هده هم از این اظهار نظر رادان انتقاد کرده یا او را مورد فحاشی قرار دادند. بیشتر کاربران اما حیرت زده و متعجب بودند که هنرپیشه که در داخل ایران ساکن است و کار می کند جرأت کرده و علنی از حق ازدواج همجنسگرایان استقبال کرده است. تعجب و حیرت کاربران فارسی زبان بیدلیل نبود. هنوز چند ساعتی نگذشته بود که واکنش های تند رسانه های اصولگرا شروع شد. جنجال توییت بهرام رادان با واکنش روزنامه تندروی کیهان جدی شد. این روزنامه در شماره روز چهارشنبه دهم تیرماه خود خواستار ممنوعیت کار رادان و برخورد غذایی با این هنرپیشه سینما شد. کیهان نوشت این بازیگر طبعی کانادا به استقبال از قانونی شدن ازدواج همجنس بازان آمریکا رفته است. او نه تنها این اتفاق را تاریخی می داند که معتقد است این امر شکسته شدن تابو است. بهرام رادان که تنها چند ساعت بعد از انتشار این توییت جنجال برانگیز خود را حذف کرد یادداشتی برای خبر آنلاین نوشت و در صدد توضیح توییت خود برآمد آقای رادان در این یادداشت مدعی شد به دلیل اینکه به دنبال کردن اخبار سیاسی و فرهنگی آمریکا علاقمند است صرفا این رأی دیوان عالی آمریکا با توجه به مذهبی بودن اکثریت جامعه آمریکا برای او جالب بوده است این هنرپیشه سینما در یادداشت خود نوشت اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ها همزمان با آخرین دور مذاکرات ای با ایران و یک سال و نیم باقی مانده به انتخابات این کشور باید دلایل سیاسی ویژه‌ای داشته باشد که منجر به تصویب ناگهانی چنین قانونی شده است. آقای رادان رسانه ها را متهم کرد که با انتخاب تیتر بد دست به بزرگ نمایی زدند و آب آسیاب به دشمن ریختند. او در یادداشت خود تاکید کرد که از این رای دیوان عالی آمریکا هیچ حمایتی نمی کند و نوشت پروازه است که چنین رفتارهایی در قانون شر و عرف ما محکوم است. با اینا روزنامه تندروی کیهان از یادداشت بهرام رادان قانع نشد کیهان از رادان انتقاد کرد که نه تنها حاضر به عذرخواهی بابت توییت خود نشده بلکه رسانه ها را متهم می کند که درباره یادداشت او قلف کردند سایت تابناک اما امروز خبر داد آقای رادان پس از آن در نامه به روزنامه کیهان از حمایتش از قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان رسما عذرخواهی کرد